بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که جان آفرید، مکان و زمین و زمان آفرید. همراهان برنامه دریچه دانایی، شاگردای خوب صنف هفتم سلام. امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و روزگارتون به خوبی سپری شود. با یک فعالیت یا یک تجربه علمی دیگه مهمان خانه های شما هستیم. انشاءالله که از این برنامه های فعالیت های تجربی ما لذت ببرید و چیزهای خوبی را یاد بگیرید، به شرط از این که باز برید و اگر وسایلش در دسترس شما هست اونها را خودتون هم تجربه کنید. خب در برنامه امروز ما برای شما دو فعالیت یا دو تجربه علمی بیولوژیکی را مجددن برای شما عزیزان انتخاب کردیم. در ابتدا حرکت یا پدیده انتشار را می‌خوایم برای شما توضیح بدیم و در کنار پدیده انتشار که حرکت و عبور و مرور مواد به داخل حجره هست، تعاملی بین اسیدها یا تیزابها و قلوی‌های بدن ما و شما هست که باز هم این یک فعالیت یا یک آزمایش بسیار دیدنی و جالب خواهد بود. خب شاگردای خوب، شما میدانید که در مباحث و درسای بیولوژی شما ای را خواندید که محیط داخل بدن ما و شما باید در حالت تعادل باشد. یعنی بدن ما و شما به گونه سازمان یافته و تنظیم شده که تحت تاثیر مغز و هورمون‌های بدن است که وقتی ما و شما مواد غذایی مختلف را مصرف میکنیم، اینها اجازه نمیده که محیط داخل بدن ما و شما از حالت تعادل خارج شود. در واقع ما همه پدیده ها را در دنیای طبیعی یا در محیط پیرامون زندگی هم داریم. تعاملی که در مابین تیزاب ها و مواد بازی یا قلیایی یا قلوی هست. خب این فرایند یا این اتفاقاتی که ما و شما امروز ای را ایشالله تجربه خواهیم کرد در ثبات و پایداری یک عنصر حیاتی و بسیار مهم برای موجودات زنده که همو کربن هست نقش داره و چرخه کربن یا دوران کربن در طبیعت حفظ میکنه. این فرایند یا این تعامل که دو ترکیب شده یا از دو جزء بیولوژی و کیمیا هست که هر دوی اینها هم یعنی فعالیت به درد درس کیمیای شما میخوره و هم در بیولوژی که باعث میشه در انجام این فرایند عنصر کربن در طبیعت در حالت تعادل باقی بمانه. خب ما برای از این فعالیت به چه چیزهایی ضرورت داریم؟ یک ظرف شیشه‌ای که بهتره از ظرف‌های استفاده بشه که دارای دهانه تنگتری هست و دیگری تیزاب هست. ما از به جای تیزاب که چون در داخل آزمایشگاه ها، لابراتوار ها و در مکاتب خطرناک هست، از سرکه استفاده کردیم که خاصیت تیزابی داره و طبیعی هم هست و مقداری هم جوش شیرین با عنوان ماده قلیایی یا بازی ما و شما هست. خب و یک عدد قاشق و یک عدد ظرفی که این آزمایش یا فعالیت ما و شما در داخل او انجام میشه، چرا که این یک واکنش کیمیاوی هم هست، بنابراین ما باید تمام نکات ایمنی و احتیاطش انجام بدیم. خب در ابتدا در داخل ظرف خودمون مقدار جوش شیرین را قرار میدیم، یعنی روند ما باید طوری باشه که ابتدا اون ماده قلیایی یا بازی خودمون به داخل ظرف بریزیم. به کمک قاشقی که داریم مقداری از این جوش شیرین به داخل ظرف شیشه‌ای می‌ریزیم.
خب این جوش شیرین یک تکانی میدیم تا قسمت تای ظرف ما و شما یک نواخت شوه و باز متوجه میشیم که آیا کفایت میکنه یا باز هم یک مقداری را اضافه کنیم. سرکه که ما اینجا انتخاب کردیم سرکه سفید است. از سرکه های غذایی هم میتونیم ما استفاده کنیم. سرکه قهوه‌ای یا سرکه های سرخ هم میتونیم در این آزمایش به کار ببریم. خب این سرکه خاصیت تیزابی داره و زمانی که من سرکه را به داخل ای جوش شیرین اضافه میکنم باز شما خوب حواستان را جمع کنین تا ببینین چه اتفاقی میافته. خب شاگردای خوب ای جوشش شما به خوبی دیدین که ای جوشش به سمت بالا آمد و سرازیر شد. حالا شما با دیدن ای صحنه حتما به یاد آتش فشان ها افتادید که در آتش فشان ها هم به همین صورت هست که این مواد جوشش میکنه و از دهانه آتش فشان ها خارج میشه که همراه با گاز و همراه با مواد مذاب است. در اینجا حباب ها باعث شد این تعامل بین جوش شیرین و تیزاب یا سرکه ما سبب تولید گاز کربن دای اکساید شد و این گاز کربن دای اکساید دیدین که چقدر سریع از داخل دهانه ظرف خارج شد. یک دفعه دیگه هم ما برای شما تکرار میکنیم. مجددا مقداری جوش شیرین به داخل ظرف میریزیم. و سرکه را اضافه میکنیم. باز شما خوب دقت کنید که چقدر سریع این تعامل انجام میشه. اینا کربن دای اکساید هستند. حتی اگه شما بخواید که یک فعالیت زیباتر داشته باشید میتونید مقدار رنگ هم از قبل تهیه کنید، البته از رنگ‌های طبیعی که در این تعامل ما و شما در این تعامل شرکت نکنه، دخالت نداشته باشه، از رنگ‌های غذایی به داخل از این بریزید و این فوران و این خروج سریع گاز کربن دای اکساید را مشاهده کنید. حالا شما در خانه میتونید این گفته ما را هم آزمایش کنید. یک شمع روشن کنید و به دهانه این ظرف ما قرار بدید و ببینید که آیا شعله شمع خاموش میشه یا نمیشه. باز با یک فعالیت دیگر مجددا برمیگردیم. خب شاگردای خوب، من برای شما یک عدد شمع تهیه کردم تا انشالله این فعالیت ما را همینجا شما خود شما ببینید و مورد آزمایش قرار بدید و گاز کربن دای اکساید ببینید. شما میدانید هم در بیولوژی هم در کتابای ساینس سالهای گذشته خواندید که شعله آتش یا شعله شمع ما و شما اگر گاز کربن دای اکساید به زو برسه خاموش میشه. شما شاگردای خوب دیدید که اگه خدای نخواسته یک جایی دچار حادثه شوه و آتش سوزی اتفاق بیفته، عزیزانی که کار اونا اطفائیه حریق هست میاد و به کمک گاز کربن دای اکسایدی که در داخل کپسول ها قرار داره آتش خاموش میکنه. خب ما و شما ابتدا شمع روشن میکنیم که شعله شمع آماده باشه. جوش شیرین هم میریزیم و به محض که من ایره داخلش اضافه کردم ایره به دهانه ظرف میگیریم، نزدیک میکنیم. دیدین که شعله شمع بسیار سریع خاموش شد. ای گاز کربن دای اکساید که شعله شمع خاموش کرد. این یک روشی است که بهتر است که حتی کپسول هایی که برای اطفائیه حریق استفاده میشه در داخل منازل یا در مکاتب و جاهای عمومی نگهداری شود که اگه خدای نخواسته دچار حادثه شد به راحتی خاموش شود. خب شاگردای خوب، ما یک لحظه میریم وسایل خود آماده کنیم تا با یک فعالیت دیگه مهمان خانه های شما شویم. شاگردای خوب، ما با یک فعالیت بسیار ساده دوباره برگشتم. یک لیوان آب ساده ضرورت داریم و مقداری رنگ
که این رنگ را از هر رنگی که شما به دسترس شما باشه میتونید استفاده کنید. اگر هیچ نبود از همون رنگ داخل خودکار هم میشه استفاده کرد. اما به کمک این دو ماده بسیار ساده ما چی رو برای شما میخوام نشان بدم. خب شاگردای خوب، حرکت انتشار را شما خواندید و یاد گرفتید و میدانید که زمانی که مواد، یعنی مواد خرد و مواد کوچک و ریز از غشای حجروی سلول ها و حجرات عبور میخوان بکنن، بستگی به این داره که او چی ماده باشه، اندازه او خرد باشه یا کلان باشه. خب معمولا مولکول های خرد طبق پدیده انتشار از محیطی که تراکم مواد در اونجا زیاده به جایی که تراکم کمه به صورت خود به خودی پخش میشه. حالا ما و شما مقدار رنگ را در داخل از این سرنگ تهیه کردیم و یک گلاس آب ساده را. من این را برای شما نشان میدم که شما ببینین که چگونه زمانی که یک قطره رنگ به داخل گلاس ریخته میشه ای پخش میشه و در این جریان همین من برای شما توضیح میدم که چه عامل باعث ای اتفاق میشه. خب با دقت خوب شما به گلاس نگاه کنید و آبی که به داخل ازی هست یک قطره رنگ من اضافه میکنم. شما میبینید که آهسته آهسته ای ذرات رنگ با به صورت خود به خود به داخل ای آب ما و شما در حال انتشار است. ای یک پدیده بسیار زیبا و زیبایی است که به سادگی میشه برای شما نشان داد. تراکم ذرات در داخل سرنگ زیاد بود، تحت فشار بودن، چرا که اینا انرژی جنبشی دارن و زمانی که در یک محیط بزرگتری وارد میشه همو جنبش بین مولکول ها و ذرات ای باعث میشه که به طور خود به خود پخش شوه. گازهای تنفسی ما و شما به همین صورت وارد حجرات میشه. در بیرون از حجرات ما و شما اکسیژن به وفور و فراوان دیده میشه. اکسیژن ها به طور خود به خود به داخل حجره میرن و در اونجا پخش میشه و کربن دای اکساید که به داخل سایتوپلازم زیاد هست طبق پدیده انتشار به طور خود به خود از داخل حجره خارج میشه و بدین صورت هست که شما انتشار را به سادگی در لیوان یا در گلاس مشاهده میکنین که ذراتش نیاز به هیچ گونه انرژی نداره و انرژی پخش شدن و جابجا شدنش از همون انرژی جنبشی بین مولکول های جوهر یا رنگ ما و شما تامین میشه. خب شاگردای خوب، این پدیده انتشار بود که یک فعالیت کتاب شما بود. انشالله که یاد گرفته باشید، اما دقت کنید در خانه که این کار انجام میدین این رنگ به دست شما یا به ظروف یا به روی فرش و تکه هایی که در دسترس شما هست نریزه. خب انشالله که از درس ما لذت برده باشید، یاد گرفته باشید و دیگه هیچ وقتی را فراموش نکنید و هر جایی از شما سوال شود انتشار چیست، همین صحنه را که به یاد بیارید براحتی میتونید جواب این سوال بدین. همه شما عزیزان به خدا میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.